سلام و صد سلام به شما عزیزه دلم، با آموزش موی کم گرفته در خدمتتون هستیم. ناخده دومن ناخده بالا سه کنیم والا چه موی کوچیکی از دریا ورداشته آورده. موی کو دسته کی بدم اشالا؟ فایده نداره، فقط با کمش بگیرم. سی خاطری که موی کم گرفته درست کنی نیاز نی حتما مویتون گوت یا پهن باشه تا تو کمش خوب سوزی جا بگیره. صبر کنین تا موی پلکه کنم. الان یه روشی نشونتون میدم که ازی به بعد موی میدم بتونین کم بگیرین. ازی به بعد هر وقت خواستین موی کم گرفته درست کنین مویتون به این صورت از کمر برش بزنین. وقتی که از طرف کمش برش میزنین جای کمی سوزی داره، ولی سعی کنین وقتی که از کمر برش میزنین تا دلتون میخواد سوزی مایی بچپونین تو کمش. قنبونش هم در آوردم، محتویات کمش هم تمیز کردم، دیگه آمادن که نمک بخوره. ما همیشه به دو روش سی مایی نمک میزنم. گاهی خوب نمک میزنم و قبل از سرخ کردن میشمش، یا اینکه کمی با آب لیمو طعم دارش میکنم و در حد نمک میذارمش که نیازی به شستن نداشته باشه. خب حالا میریم سراغ سوزی ماییمون. گاهی اوقاتی تو کم مایی فقط از گشنیز و شملی استفاده میکنم، ولی بعضی اوقات که میخوام خوشمزه تر بشه به روش آبی بی آب و تابش میدم و شود و سیر سوزم اضافهش میکنم. 31 کیلو سوزی تو کمی مایی 600 گرم گشنیز باید باشه، 200 گرم شوید، 100 گرم سیر سوز و 100 گرم هم شملی. البته ما همیشه میگم عطر شملی خشک خیلی بهتر شملی تازه، سی خاطر همین از شملی خشک استفاده میکنم. سی خاطری که نسبت شوید به گشنیز خیلی کمن، موقع سرخ کردن تلخ نمیشه و میشه با هم دیگه هم خوردشون کنین، ولی اگر حوصله کنین هر کمو جدا پاک کنین خیلی بهتره. یه بوته سیری پاک میکنیم و با کمی زردچوبه و فلفل تو هوونگ میکوبیم. چون سوزی مویمون سیر سوزم داره دیگه بیشتر از این نیاز نیست از سیر خشک استفاده کنیم. حالا یه پیاز داغ خوشمزه میگیریم و سیرمون که کوبیدیم بهش اضافه میکنیم. سیچه همیشه میگم یه پیاز داغ خوشمزه، چون اصل غذا به پیاز داغشن. بعد از سیر فوراً گشنیزمون اضافه میکنیم. سیر اصلا نیاز به سرخ کردن نداره چون بو و عطرش میره. توی فصل چون سیر سوز گیرمون نمیاد از سیره که فریز کردیم استفاده میکنیم. ادویه‌ای تو کمی مایی علاوه بر زردچوبه و فلفل قرمزی که به سیرمون اضافهش کردیم، فلفل سیاه و پودر لیمو امونیه که عطر خیلی خوشی به سوزی ماییمون میده. وقتی گشنیز تقریبا سرخ شد شوید و پودر شملی خشکمون اضافهش میکنیم. سی تو کمی مایی سوزی مثل قلیه نیاز نیست که زیاد سرخ باشه. راستی اگر دوست دارین توی مرحله میتونین کشمش هم اضافه کنین. چاشنیه مخصوص خامون داریم سی خوراک. اگر از چاشنیه ترش مزه خوشتون میاد از اوتمر غلیظ استفاده کنین و اگر از چاشنیه شیرین خوشتون میاد از شیره خرما استفاده کنین و گاهی اوقات هم که میخوای مزه غذاهامون ملس بشه از ترکیب این دوتا استفاده میکنین. سوزی ماییمون آمادن که بره تو کم مایی. اول یکمی پودر لیمونی تو کم ماییمون میزنیم و بعد هم سوزیه که سرخ کردیم میذاریم تو کم ماییمون. ولی یادتون باشه سوزی مایی طالبه کمر مایی پر نکنین، چون موقعی که کمش میبندین سوزی میریزه در. سی بستن کم مایی از برگ درخت نخل یا پیش نخل استفاده میکنین و به این صورت از چند جا کم ماییمون با پیش میبندین. البته اگر پیش نخل هم در دسترس ندارین میتونین از نخ هم استفاده کنین،
ولی بعدن یه روشی نشونتون میدم که بدون اینکه از پیش نخلی از نخ استفاده کنین بتونین ماهیتون سرخ کنین. حالا مقدار آرد گندمی کسی سرخ کردن ماهیتون نیازن توی سینی بریزین و به اندازه زردچوبه بزنینش تا زرد بشه. ماهیمون با آرد زردچوبه میپوشونیم و آخر سر هم میتکونیمش تا آردش ازش جدا بشه و موقع سرخ کردن نسوزه. ماهی کم گرفته همیشه از قسمتی که برش خورده توی تابه میذاریم. اگر میخواین از پیش نخ یا از نخ استفاده نکنین، به محض اینکه ماهیتون نهادین توی تابه از یه چیز سنگینی مثل هوونگ استفاده کنین تا ماهیتون باز نشه و وقتی یه طرف ماهیتون سرخ شد با خیال راحت برش گردونین. یه طرف ماهیمون سرخ شده و ماهیمون برگردوندیم. ماهی کم گرفته فقط با رشته برنج چسبه و بخاطری که خوش سوزی داره کسی با شوت پلو یا سبزی پلو نمیخوره. تا طرف دیگه ماهیمونم که سرخ شده نشونتون بدم. بیار تا بخورین گوشته مردی ما بحثم نشین یه حرف بزن پشت اون ناخوری بارا ناخوری دو من این ماهی تو بارده همین هم تو گیرتون بوده خدا را شکر کن. تقصیر خودتون جون، مال عادتمون دادی به این ماهی گوتا ای کوچیکا که میاری دیگه تعب دلمون نیست.